آریل شارون یا آریل شاینرمن در سال 1928 میلادی در فلسطین که آن زمان تحت قیمومت بریتانیا بود به دنیا آمد. خانواده او از یهودیان بلاروس بودند که در پی انقلاب بلشویکی به سرزمین فلسطین مهاجرت کرده بودند. او 14 سال از زندگیش را در خدمت سازمان دفاعی یهودیان موسوم به هاگانا گذراند و در مجموع بخش اعظم زندگی حرفه‌ایش را در ارتش سپری کرد. وی در سال 1972 در سن 44 سالگی با عضویت در حزب لیکود وارد دنیای سیاست شد. در سال 1981 در بالاترین مقام ارتش یعنی وزارت دفاع قرار گرفت. یک سال بعد در مقام وزیر دفاع در کابینه مناخیم بگین حمله اسرائیل به لبنان موسوم به صلح برای جلیله را رهبری کرد. در آغاز جنگ وعده داد که مسئله فلسطین و دشمنش یاسر عرفات را برای همیشه حل می کند. اما جنگ علیرغم تلفات بسیار همچنان ادامه یافت. شبه نظامیان لبنانی با کمک نیروهای اسرائیلی در روز 16 سپتامبر سال 1982 وارد اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در صبرا و شتیلا شده و با هدف پاکسازی آنچه اسرائیل اردوگاه تروریستی می‌خواند بین 1 تا 3 هزار نفر را به قتل رساندند. پس از آنکه یک محکمه ویژه در اسرائیل شارون را به دلیل عدم پیشبینی کشتار و تعلل در مداخله برای توقف آن شخصا مسئول کشتار دانست، او ناچار به استعفا شد. بسیاری در جهان عرب او را قصاب بیروت می‌نامند. شارون استعفا کرد، اما پس از چند سال زیر لوای ائتلاف دستراسی نتانیاهو در مقام وزیر خارجه وظیفه مذاکره با تشکیلات خودگردان فلسطینی را به عهده گرفت. حدود یک سال بعد که ایهود باراک نخست وزیر اسرائیل شد، شارون به مقام ریاست حزب لیکود رسید. در جریان دیدار از مسجد الاقصی در بیت المقدس او متهم شد که قصد داشته فلسطینیان را به آنچه انتفاضه دوم نام گرفت تحریک کند. شارون در انتخابات سال 2002 ایهود باراک را شکست داد و نخست وزیر اسرائیل شد. او پس از این پیروزی دستور داد میان اسرائیل و ساحل غربی یک دیوار حائل کشیده شود. دو سال پس از آن آریل شارون طرحی را برای خروج از نوار غزه و بخش‌هایی از ساحل غربی ارائه کرد که با مخالفت شدید آبادی‌های یهودی نشین و حتی بعضی از اعضای حزب خودش روبرو شد. اما شارون همچنان به مفاد طرح صلح موسوم به نقشه راه که با کمک آمریکا تدوین شده بود وفادار ماند. علی‌رغم مخالفت‌های ساکنان آبادی‌های یهودی‌نشین، عملیات خروج از نوار غزه در سپتامبر سال 2005 آغاز شد و شارون برای پایان دادن به 38 سال حکومت نظامی اسرائیل در منطقه مورد تشویق جامعه بین‌الملل قرار گرفت. اما در داخل اعضای حزبش او را به خیانت به یهودیان متهم کردند. در واکنش به این مخالفت‌ها بود که آریل شارون از حزب لیکود کناره‌گیری کرد و اعلام کرد که تمایلی ندارد که در جریان دنبال کردن یک استراتژی دیپلماتیک محدود شود. در این گرم و گرم شارون حزب میانه روی خود به نام کادیما را بنیان گذاشت که از طرف بسیاری از جمله شیمون پرز که زمانی مخالفش بود حمایت شد. آریل شارون در 4 ژانویه سال 2006 دچار سکته مغزی شدیدی شد و پس از 2 عمل جراحی طولانی به کما رفت. ایهود اولمرت در مقام کفیل نخست وزیری قرار گرفت و در نهایت کمتر از 5 ماه بعد رسماً به سمت نخست وزیری اسرائیل رسید. طبق گزارش‌ها طی 8 سالی که آریل شارون در کما بود، اعضای خانواده‌اش پیوسته در کنار او بودند.